سلام، من آیدم. به ولاگ من خوش اومدید. بچه ها امروز میخوام راجع به لیلا و اینکه اصلا از کی و کجا آوردیمش و کلا راجع به گربه ها صحبت کنیم، تا اگه یه زمان تصمیم گرفتید که پیشی دار بشید این ویدیو بتونه کمکتون کنه. خب من همیشه بچه گربه ها رو خیلی دوست داشتم، بعضی یکی از کیوت ترین و بامزه ترین حیوانات. واسه همین تصمیم گرفتم که اگر قرار گربه داشته باشم، ترجیح میدم که از بچگی بزرگش کنم. شروع کردیم به جای مختلف پیام دادن و گشتن تا اینکه تونستیم یه خانم رو پیدا کنیم که یه گربه ای کنار خونهشون زایمان کرد و کلی بچه گربه رو رها کرده برامون خدا. آدرسش رو بهمون داد و رفتیم دیدیم یه عالمه بچه گربه کیوت گوگل که هیچ کدومشون هم شبیه هم نبودن. لیلا رو برداشتیم بیاریمش، ولی خب همچنان من تو فکر بقیه بچه ها بودم که تکلیفشون چی میشه و اینا، ولی خب خدا رو شکر مثل این که هر کدومشون به سرپرستی گرفته شدن. حتی یه روز قبل اینکه بریم لیلا رو بیاریم، یکی از اونا رو به سرپرستی گرفته بودن. واقعا چه خوبه که ما به جای اینکه حیونا رو خرید و فروش کنیم، سعی کنیم به سرپرستی بگیریمشون. به اندازه کافی حیوان هست که به حمایت ما نیاز داشته باشه. فکر می‌کنم خیلی عادلانه باشه که بخوایم حیونا رو بخریم. و چقدر خوبه که حالا که می‌خوایم مواظب یه حیوان باشیم، اون حیوان رو نخریمش، به سرپرستی بگیریمش. این نظر شخصی منه البته. وقتی که فهمیدم که حیوانا به خاطر خرید و فروش چقدر اذیت میشن، چقدر عذاب میکشن، تصمیم گرفتم که دیگه هیچ وقت حیوان نخرم. مخمل قشنگم، خوب خوابیدی؟ خوابید رو پا. اگه تازه از خود بیدار نشدی شما. اردیبهشت ما بود که لیلا رو گرفتیم. خیلی کوچولو بود، حدوداً 3 ماهش بود. بد جوری هم ترسیده بود. گذاشته بودمش رو پام، اینقدر نازش میکردم که شاید حالا یکم از استرسش کم بشه. اونقدر از ترسش محکم با ناخونش پامو گرفته بود که کل شلوارم نخکش شده بود. تو راه خونه هم براش خاک واسه دستشوییش و یه شونه و ظرف غذا و شیر خشک از این چیزا خریدیم. اولین کاری هم که کردیم این بود که ناخوناش رو کوتاه کردیم. بعدش هم که کاری که گربه ها ازش متنفرن، همومش کردیم. دیگه ترسش چند برابر شده بود. رفت یه گوشه زیر مبل و همونجا موند. اصلا تکون نمیخورد. نمیذاشت کلا اصلا بهش نزدیک بشیم. همش در میرفت. حتی یادمه تا یکی دو روز نه چیزی خورد، نه دستشویی کرد، هیچی. بعد خب دیدم که اینجوری که نمیشه، ممکنه یه چیزیش بشه. منم که تجربه گربه داشتن نداشتم تا حالا. به زور گرفتمش و نازش کردم. بعدش هم شیر خشکش رو می آوردم جلوی صورتش که شاید بو کنه دلش بخواد. چندین بار این کارو کردم تا اینکه بالاخره موفق شدم. بعدم که بردیمش دکتر که وضعیت سلامتیش رو ببینیم چجوریه، ازش آزمایش خون گرفتن و گفتن که یه کم خونی داره. رو این ترازو هم وزنش رو کشیدن و ضد انگلش هم خورد و دکتر گفت چون یه مقداری ضعیفه باید سرم بزنه. تو همون تایمی که منتظر بودیم پرستار بیاد سرمش رو بزنه، یه سگ گنده هم داشت میرفت اتاق دکتر که یهو پارس کرد. لیلا هم گرخیده بود، اصلا قیافش اون لحظه خیلی باحال شده بود. به دست کوچولوش آنژیوکت وز کرده بودن و خیلی واسم سخت بود که مجبور بودم دستش رو یه جوری محکم نگه دارم که سرم بره تو بدنش. همش حس میکردم درد داره، ولی خب خودش خیلی آروم بود. کلن گربه خیلی شلوغی نیست. همون جوری هم خوابش برد. اینجام که بیمارستان حیواناست، هر چیزی هم که مربوط به حیوانا باشه اینجا پیدا میشه. آخه این لباس ها رو ببینید. بالاخره بردیمش خونه و سعی کردم که باش بازی کنم. اینجا اولین بازی مونه. وای، خیلی حس خوبی داشتم اون لحظه وقتی واسه اولین بار توپو پرت کرد سمتم، چون قبل این همیشه این چیزها رو تو کلیپ ها دیده بودم. خلاصه کم کم بهم عادت کرد و یخش وا شد. دیگه شیطونیاش هم شروع شد و شروع کرد به آنالیز کردن وسیله‌های خونه. اونایی که گربه دارن میدونن غیب شدن گربه تو خونه کاملا عادیه، چون اونا عاشق جای تنگ و تاریکن. نمیدونم چرا بعضی وقتا باید کلی دنبالشون بگردی تا بالاخره بتونی پیداشون کنی. اینجا مثلا داشتم دعواش میکردم که دیگه نرو اون تو، ظاهرن هم خیلی براش مهم بود. گربه ها فیلم یا کارتون دیدن دوست دارن، یا مثلا وقتی لباس شیر روشنه بهش خیره میشن، خب چون داره حرکت میکنه. کلن هر چیزی که تکون بخوره توجهشون جلب میکنه. واسه همین منم این اسباب بازی رو براش درست کردم. یعنی عاشقشه.
میتونه ساعت‌ها باش بازی کنه. البته گربه ها خودشون با هر چیز ساده‌ای سرگرم میشن، اصلا هم نیاز به خریدن اسباب بازی های گرون ندارن. ولی خب بهتره که اگه گربه دارین حتما یه چند دقیقه رو در روز خودتون باش بازی کنید و بهش وقت بذارید. یه چیز جالب دیگه راجع به گربه ها اینه که بی نهایت پوزیشن تو خوابیدن دارن، خیلی بامزه است. تایم زیادی هم میخوابن معمولا. غذاشون هم تشکیل شده از غذای خشک و غذای خیس، که غذای خیس میتونه آب مرغ و آب گوش یا کنسرو مخصوص گربه ها باشه. البته اگه تو خونه بهش آب مرغ یا آب گوش میدیم بهتره که نمک و ادویه‌جات بهش نزنیم، اینجوری سالم تره. دلیل این که باید غذای خیس هم کنار غذای خشکشون بخورن اینه که انسداد روده نگیرن. حالا میتونید بهش سفید تخم مرغ و سیب زمینی پخته و هویج پخته و اینجور چیزا بدین، ولی خب ترجیح هم پخته باشه که انگل نگیرن. واسه این که بهشون بفهمونیم چه کاری خوبه از تشویقی استفاده میکنیم که عاشقشن. وقتی هم که کار بد میکنه من با صدای بلند بهش میگم نه، اینجوری میفهمی که کارش بد بوده و دیگه اصلا ادامه نمیده و میره. ولی خب متاسفانه از اونجایی که گربه عاشق جر دادن و گاز گرفتن وسیله ها، شاید مجبور باشه آدم مثلا هر روز بهش بفهمونه که این کارت بده تا به مرور زمان یاد بگیره که اون کارو انجام نده. اینم مالتشه، واسه اینه که وقتی خودش رو لیس میزنه موهایی که میره تو معده‌ش رو بالا نیاره و بتونه حذف کنه، بهتره که هر روز به اندازه یه بند انگشت از این بخوره. یه چیز دیگه راجع به لیلا اینه که فوق‌العاده شکموه، در حدی که اگه روزی 10 بارم بهش غذا بدم باز یه جوری رفتار میکنه انگار هیچی نخورده، کلا همیشه گشنه است. حالا میفهمم چرا همیشه بهم میگفتن اگه قرار بود یه حیوان باشم قطعا گربه میشدم. البته خب من همیشه گشنم نیست، فقط شکموام. یعنی لیلا در حدیه که هر دفعه تو روز میخوام از آشپزخونه برم به سمت اتاق فکر میکنه که دارم براش خوراکی میبرم و همینقدر ذوق میکنه و یه صدای خنده‌دار و عجیب غریبی از خودش در میاره که نگم براتون. البته من سعی میکنم زیاد بهش غذای چرب خونگی ندم، خب چون ممکنه که چاق بشه بعدم مجبور میشه که رژیم بگیره که اصلا نمیخوام به اون مرحله برسه و ممکن اصلا براش ضرر داشته باشه. نمیدونم همه ی گربه ها اینجورین یا نه، ولی لیلا عاشق اینه که بره کنار کسی که دراز کشیده یا خوابیده بخوابه. کلن از کسی که اولین بار تو خونه میبینتش خیلی نمیترسه، به جاش از جاروبرقی و سشوار و از این اسپره آب که حالا من بهش میگم پیس پیس خیلی میترسه و چندشش میشه. منم از این نقطه ضعفش استفاده میکنم، وقتی که یه کار بدی میکنه این پیس پیس رو بهش نشون میدم، اونم میترسه دیگه ادامه نمیده. وی به حشره ها علاقه خاصی داره و نمیدونم چرا. اون اوایل یه چند باری تو خونه حشره مرده پیدا کردم که قبل اون اصلا همچین چیزی ندیده بودم، که بعد فهمیدم که کار لیلاست. واسه دستشویی رفتن گربه ها خیالتون راحت باشه، چون گربه ها واسه دستشوییشون نیاز به تربیت شدن ندارن و خودشون غریزی میدونن که باید تو خاک دستشویی کنن، مگه اینکه گربه یه مشکلی داشته باشه یا یه بیماری داشته باشه. خاک گربه هم بهتره که هر روز تمیز بشه، اینجوری که با یه بیلچه کار خرابی هاشو برمیداریم از تو خاکش، بعد یه مدتی که میگذره اگه دیدین خاکش بو گرفته کلن خاکش رو عوض کنید. راجع به هزینه نگهداریش هم اگه بخوام بگم، خب خاک گربه معمولا از 70-80 تومن شروع میشه تا بالاتر. غذاش هم همین حدود است که حالا غذای خشکش مدلای ایرانی یا خارجی داره، باز قیمتهای مختلفی داره و یه هزینه هم اول کار باید برای چکاپ و این چیزاش در نظر بگیرید، که البته این هر ماه نیست. هزینه نگهداری گربه کاملا بستگی به خودتون داره که از چه مارک خاک یا غذایی براش استفاده کنید. یه بحث مهم دیگه راجع به گربه بحث عقیم کردنشه. اگه میتونید و شرایطشو دارید که از گربه‌ای که در سال 2 یا 3 بار بچه دار میشه نگهداری کنید و بتونید این همه گربه رو ساپورت کنید، که خب بحثش جداست. اما اگه شرایطش رو ندارید مجبورید که گربتون رو عقیم کنید. البته برای منم گفتنش سخته و هنوزم به اون مرحله نرسیدم که بخوام لیلا رو عقیم کنم، ولی خب وقتش که برسه که حالا بهش میگن اصطلاحاً فحل شدن گربه، اگه عقیم نشه خب خیلی برش ضرر داره، ممکنه بیماری های مختلفی بگیره که باز اون هم یه هزینه دیگه است که الان فکر میکنم یه چیزی حدود 2-3 تومنه، دقیق نمیدونم. اون اوایل که خیلی کارم زیاد بود میرفتم تو اتاق در میبستم که مثلا ادیت کنم، بعد میدیدم که لیلا اومده پای کوچولوشو از زیر در
میاره تو و داد میزنه که درو باز کن. منم فهمیدم که گربه داشتن اینجوری نیست و اون بهت میگه که باید چی کار کنی، نه تو. خب بچه ها، اینم از ویدیو امروز. امیدوارم که دوستش داشته باشین. اگه موضوعی راجع به گربه ها بود که من یادم رفت راجع بهش حرف بزنم، تو کامنت بهم بگین. و اینکه یادتون نره که 10 تا 10 تا دوستتون دارم. حال دلتون خوب؟ خدا نگهدار.